دوستان جناب نیما سعیدی یک 5 دقیقه قرار است برای ما یه جمع‌بندی برنامه امروز رو داشته باشن. بعدش اون زمانی که باقی میمونه تا ساعت 7 یکم حرفای شما رو میشنویم، پرسشاتون رو برگرد اونجا هم یکم خودمونه امیدوارم که دوستان خسته نباشن. به نام ایران به کارمایی زندگی است. من خیلی خرسندم که این هماهنگی و همکاری میان سازمان لیبرتی و حزب رسانه‌ای زرگرم صورت گرفت در برلین. علارغم کمبودها و کاستی‌ها از همه شما سروران ارجمند، مهمانان، سخنوران که زحمت کشید از راه‌های دور و نزدیک آمدیم بسیار بسیار سپاسگزارم. اما صحبت‌های دکتر تقی‌زاده و همچنین شمای تلاشی یک تلنگری بود بر پایه باورهای ما، چون مسئله‌ای که امروز هستش ما فکر کنم باید بیشتر از هر چیزی اهمیت بدیم، یکی نگاه ما به اولویت‌هاست در سطح سیاسی، یعنی تامین امنیت، رفاه و آزادی مملکت پس از عبور از این حکومت، و دیگری برشمردن اخلاق سیاسی و پذیرش مسئولیت‌های اجتماعی و همچنین عملگرا بودن ما در عرصه اجتماعی و سیاسی. این مسئله‌ای که من در همین طول شروع برنامه تا الان برخی روی صفحات مجازی پرسش کردم که چرا فرطور شهریار ایران شاهزاده رضا پهلوی اینجا حضور نداره. من فکر می‌کنم نخستین کسی که دعوت شد به این همایش شخص ایشون بود. اما به هر ترتیب زمانی که خود ایشون اشاره می‌کنه فاصله میان امیدها و باورها برای رسیدن به یک ایران آزاد با مانیفست ایرانگرایان، با همین ترتیبی که امروز شما شاهد بودید، یکی از اصولی است که بایستی بهش جامعه عمل پوشاند. حداقل این نگاه و این همایش‌ها یک نتیجه اساسی و یک خروجی مناسب داشته باشه. نقش اساسی مردم برای ایفای به دست گرفتن در واقع سرنوشتشون بیش از هر لحظه دیگری پررنگ‌تر میشه. خب در این میان آیا به نظر شما وظیفه سازمان‌ها و احزاب سیاسی در این حیطه بسیار بسیار خطرناک و حساس، اون هم در منطقه‌ای که دارید می‌بینید این ایدئولوژی خانمانسوز، انسان ستیز، ایران برباده چه بلایی داره سر مردم اون منطقه میاره، بیش از هر لحظه دیگری پررنگ نشده؟ من فکر می‌کنم حتی خود ایشون و تمام جریانات سیاسی که در خارج از کشور هستن، ببینید در اپوزیسیون در طیف راست، به این باور رسیدن. حالا اگر ما این باور رو بخوایم تقویت کنیم و بهش یک در واقع جامعه عمل بپوشانیم و یک وجهه سیاسی بهش بدیم که بتونیم در آینده صحبت از میهن سالاری کنیم، یعنی یک مملکت یک میهنی داشته باشیم که به نام ایران یک صفحه ارز جغرافیایی برش قائل باشیم. برخلاف اسلایدها و عکسایی که شما اینجا دیدید، خیلی جالب بود تعریفی که از آذربایجان کرده و کردستان کردن، نقاط مشترکی رو اونها برای خودشون از ایران در نظر گرفتن. آیا آنها میخوان در همین مقوله گلوبالیست باسن بر سر یکدیگر بزنن؟ یعنی انقدر توهی و انقدر بیمایه از این مباحث صحبت میکنن که دقیقا همون سیاست هویت‌گرا رو در تقابل با بازشناخت هویت ملی قرار میدن. خب حالا وقتی این مسئله مهمه، یعنی مسئله میهن سالاری، دو مقوله هست که ما رو به اونجا نزدیک میکنه. یکی مسئله مردم سالاری است، یعنی نقش مؤثر ما، بی تفاوت نبودن ما، پذیرش مسئولیت های اجتماعی، و دیگری شایسته سالاری است، یعنی پر کردن خلأ قدرت سیاسی از همین حالا، اونم زمانی که گفتمان برتر و غالب در طیف راست برای ایرانگرایی اوج گرفته. من امیدوار هستم نه تنها این همایش، نه تنها این نشست، سایر همایش ها، سایر بخش هایی که در اپوزیسیون میتونن فعالی نقش رو ایفا کنن، ما رو در نهایت به اون سرمقصد اصلی، نه شکلی یک دولت در تبعید، بلکه از لحاظ ابزار و ادواتی که ما رو بتونه در جایگاه یک تشکل نیرومند در اپوزیسیون برای ترسیم برنامه ها و سازماندهی و نهایتاً شکلی یک صندوق مستقل مالی،
حمایت از بخش‌های مختلف احزاب و سازمان‌هایی که در ممالک مختلفی که ما زندگی می‌کنیم، نمایندگان و قرار دادن سپاه در لیست تروریستی، بسته شدن سفارتخانه و غیره و غیره از لحاظ حقوقی کمک کنه. اما خب این مستلزم اینه که ما این ارتباطات و همکاری رو بر پایه اخلاق سیاسی رعایت کنیم. این یک نکته بسیار بسیار مهمه و در پایان هم یک ایرانگرا در ایران شهر میتواند ایرانی باشد. و وقتی یک ایرانگرای واقعی مرغوب نام و شهرت و جایگاه افراد نشه، بیش از هر لحظه دیگری میتونه پرسشگرا باشه. و من بسیار خرسندم که این فرصت پیش آمد در همراهی با سازمان لیبرتی و پارمان رستاخیز ایرانگرایان، این فرصت برای فردا برای گفتگو وجود داشته باشه که طبیعتاً بنمایه پایان این همایش چیزی باشه که همگرایی و همسویی و همفکری و در نهایت همبند بودن ما رو در کنار هم اندیش بودن اون رقم بزن. سپاسگزارم. پاینده ایم. دیگه برنامه فردا رو میگم، ساعت 9:45 دقیقه تا ساعت 1 در هتل پلاس برلین. اونجا گفتمان داریم با هم دیگه و من میخوام که از طرف هم سازمان لیبرتی و هم از طرف پارمان رستاخیز ایرانگرایان از آقای نیک جعفرزاده تشکر کنم برای تمام این هماهنگی‌های سکیوریتی که به ما امروز کمک کردن. یک دنیا سپاسگزارم.